دلتنگیامو پشت در جا گذاشتم تا با چهره‌ای پر از لبخند به دیدار شما خوبان و سروران بیام. دوستان گرامی، درود. درودی که سرچشمه از اعماق وجود بنده است، تقدیم همه شما دوستان پرتلاش. دوستان فرهیخته، رضا ابراهیمی هستم از کانال یوتیوب کالج باستانی. امیدوارم این کلیپ مورد پسند و رضایت شما قرار بگیره. این کلیپ رو دوستان اختصاص دادم به پله. در باستان دوستان ما پله‌های مختلفی داشتیم و همه شما هم مستحضر هستید که پله میتونه نماد دفینه باشه. لذا به صورت بسیار کوتاه، مفید و مختصر در رابطه با پله مطالبی رو خدمتتون عرض میکنم. امیدوارم که این اطلاعات خیلی کوچیک بتونه راهگشا باشه برای کارهای بزرگ شما فرهیختگان. دوستان، همونطور که میدونید پله برای بالا و پایین رفتن به کار میره. در باستان پله دوستان نشان عروج بود، نشان تعالی و بالا رفتن محسوب میشد. دوستان عزیز، پله در مقابر مختلفی استفاده شده. در خدمت شما عرض بشه شاهنشین ها و دژها از پله استفاده شده. معمولا وقتی شما وارد مکانی میشید و پله ای رو میبینید، نگاه بکنید ببینید کدوم پله شکلش با سایر پله ها متفاوته. حالا فرقی نمیکنه اون پله کوچیک باشه یا بزرگ باشه، اون پله ای که شکلش فرق بکنه با پله های دیگه، پله مهمی رو شما تلقی بکنید و به قولی زوم بکنید روی اون پله و بررسی بکنید ببینید چه علائم و نشانه هایی رو داره. مطلبی که حتما باید عرض کنم خدمتتون این هست که دوستان، ما بایستی در مکان نامی به دنبال پله باشیم. مکان ما باید نامی باشه. اگر مکان نامی نباشه و شما پله ای داشته باشید، اون مردود هست. باز هم تاکید میکنم پله بایستی در مکان نامی باشه. دوستان، به تعداد پله ها حتما دقت بکنید که این پله ها تعدادشون چند تاست. دوستان، پله هایی مهم هستن که تعداد اونها 3, 5, 7, 9, 40, و 70 باشه. این پله ها مهم هستن و معمولا پله ها در ابتدای معابد قرار می گرفت به تعداد عدد فرد که با پای راست شروع می کردن پله رو، که با پای راست وارد معبد بشن برای اینکه اون معبدشون معبد بسیار ارزشمندی هست که وارد اون معبد بشن، خدایان بر اونها توجه ویژه‌ای رو دارن. خدمت شما عرض بشه که اگر پله دوستان به سمت پایین باشه، یعنی که شما در اون پایین پله مکانی هست که میتونه در اون مکان قبری باشه و شخص عالی مقامی در اون پله دفن شده باشه. همینطور خدمت شما عرض بشه که میتونه در پایین دست پله مکان ارزشمندی باشه بجز قبر، که اون هم میتونه دارای ارزش فراوانی باشه. دوستان عزیز، خدمت شما عرض بشه که اگر شما 3 تا پله داشتید،
سه تا پله بسیار مهم هستند و ریز بشید در اینکه این سه تا پله به چه صورتی هست. اطراف رو نگاه بکنید، کف رو نگاه بکنید، آیا شما اسکنه ای دارید، آیا شما کاسه ای دارید، همه اینها رو دقت بکنید. اگر به سه تا پله اول دوستان بهشون میگن، اگر شما مثلا 5 تا پله دارید، 7 تا، 9 تا، 11، 40 و 70، به سه تا پله اول پله آستانه میگن که این سه تا پله اول بسیار مهم است و بررسی بیشتری در سه تا پله اول داشته باشید. خدمت شما عرض بشه که سه پله یعنی مزار سه نفر. اگر شما سه تا پله داشتید و پله تموم شد، در اون پایین دست شما مطمئناً سه تا مزاری رو خواهید داشت. حالا شما اگر پله ای رو دوستان در تخت سنگی داشته باشید، اگر پله در تخت سنگ باشه و مکان شما، اون مکانی که پله روی سنگ هست، شلوغ نباشه، پر ازدحام نباشه، میتونه مهم باشه. خدمت شما عرض بشه که اگر از پله بالا بریم، پله ای رو داریم از پله بالا میریم، بعد از بالا رفتن پله ها تموم بشه و به سطح صافی برسیم، شما در اون مکان میتونید مکان نظر داشته باشید یا میتونه قبرستان باشه. اگر تعداد پله ها دوستان از 5 تا پله بیشتر بود، شما مکانی رو دارید 7 تا، 9 تا، 11، 40 و 70. اگر تعداد پله هاتون از عدد 5 بیشتر بود دوستان، زیر پله اول رو با دقت تمام بررسی بکنید که میتونه پله اولتون مکان مهمی باشه. دوستان اگر پله روی یک سنگ ثابتی باشه، یک سنگ ثابت خیلی بزرگی دارید و روی اون سنگ ثابت پله درست کردن، اون پله میتونه مربوط به مزار یک پادشاه باشه، اما پیچیدگی های خاصی داره و ظرافت های خاصی داره و به این سادگی نیست که شما به محض اینکه چنین پله ای رو دیدید بگید که بله من قبر پادشاه رو اینجا دارم. بله قبر پادشاه رو دارید، اما پیچیدگی های خاصی رو داره و همینطور صرف وقت و هزینه میتونه شما رو به موفقیت برسونه. دوستان عزیز، مطلب دیگه ای که باید خدمتون عرض بکنم این هست که پله ها دوستان تله دارن، تله شیمیایی دارن و این تله های شیمیایی به صورت گاز هست که میتونه به سادگی شخص رو مسموم بکنه. معمولا اگر در رابطه با عمق سوال بکنیم، معمولا دوستان عمق پله ها میتونه، عمق پله ها دوستان از 3 متر به بالا هست و به محضی که شما پله ای رو دیدید با نیم متر، 1 متر کاوش، فکر نکنید که شما کاری رو انجام دادید و به نتیجه لازم نرسیدید. عمق پله ها دوستان از 3 متر به بالا هست. وقتتون رو نمیگیرم. اگر فکر میکنید این کلیپ برای شما مفید بوده، لایک و سابسکرایب یادتون نره. بنده با خدمت شما عرض بشه که احترام کامل و خضوع تمام، اگر مطالبی رو در چنته داشته باشم تقدیمتون میکنم و از شما خوبان تقاضا دارم که با لایک و سابسکرایبتون کانال ما رو بالا بکشید تا سایر دوستان بتونن از این مطالب استفاده ببرن. باز هم مثل همیشه، دعای همیشه، امضای خدا پای تمام آرزوها و رویاهای زیبای شما خوبان. رضا ابراهیمی هستم، کانال کالج باستانی. حق نگهدار.